برود یاران همراه درس نه از سری درس های جملات و عبارت های بسیار رایج در آلمانی هشت درس از این سری رو خدمت شما تقدیم کردیم اگر هنوز دسترسی ندارید آدرسش در همین جا به صورت دست بعدی شده خدمت رو تقدیم میشه همچنین در قسمت توضیحات این ویدیو خدمت شما آدرسش رو قرار میدیم فراموش نکنید لطفا با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت بکنید و حتما اگر این ویدیو رو به صورت اتفاقی میبینید کانال رو سابسکرایب بکنید تا در جریان ویدیوهای بعدی قرار بگیرید بپردازیم به, به درس نه از سری درس های جملات و عبارت های بسیار رایج در آلمانی گنوگ گزاکت گنوگ گزاکت کلمه گنوگ به معنی به اندازه کافی به قدر کفایته کلمه گزاکت از مصدر فعل زاگن میاد فل زاگن به معنی گفتن یا صحبت کردنه این فل وقتی در حالت پارتیسیپ سوای قرار میگیره به گزاکت تبدیل میشه اما کاربرد این عبارت موقعی که طرف مقابل ما داره بیش از حد صحبت میکنه و با این عبارت ما ازش میخوایم که دیگه بیش از این حرف نزنه گنوگ گزاکت گفتم کافیه دیگه گنوگ گزاگت genug ist genug genug ist genug کلمه گنوگ همونطور که خدمتون عرض کردم به معنی بهقدر کفایت یا به اندازه کافیه اما کاربرد این عبارت کجاست وقتی ما به حالت شک و از طرف مقابلمون بخوایم که اون کاری که داره انجام میده رو ترک کنه و دیگه انجام نده از این عبارت استفاده میکنیم genug ist genug بسته دیگه genug ist genug alles ging so schnell alles ging so schnell کلمه alles معنی همگی یا تماما رو میده کلمه گینگ که فعل جمله است از فعل گهن به معنی رفتن یا پیش رفتنه. کلمه زو به معنی خیلی یا زیاده و کلمه شنل که صفت جمله است و به معنی سریه خب همونطور که خدمتون ارز کردم صفات هم در زبان آلمانی صرف میشن صفت اشنل وقتی بخواد صرف بشه به این حالت میشه که شنلا شنلستن این دونو صرف صرف حالت کمپراتیو و حالت زوپرلاتیو صفات در زبان آلمانیه آلس گینگ زو شنل همه چیز خیلی سریع پیش رفت آلس گینگ زو شنل فر تای هونگ فر تای هونگ این کلمه به معنی بخشیدن یا از کسی عذر و معذرت خواستنه فر تای هونگ ببخشید فر فر تای هونگ فیل اس bitte آف فیل es bitte auf. فعل آفولن به معنی پر کردنه. مثلا ما وقتی بخوایم از طرف مقابلمون بخوایم که این فرم رو پر کنه از فعل آفولن اف استفاده میکنیم. این فعل همینطور که میبینید در این جمله به حالت امری اومده. چرا که فیل در ابتدای جمله و پیشوند و حرف اضافه این فعل یعنی آلف به انتهای جمله منتقل شده کلمه اس در اینجا به اون چیزی که باید پر بشه برمیگرده حالا اون هر چیزی میتونه باشه کلمه بیت به معنی لطفا یا خواهشنه اما بعد نیست بدونید فعل آفولن وقتی در حالت پقتقیتون قرار بگیره به فیلت آف و در حالت پارتیسیپ سوای به حد آف گفولت تبدیل میشه فیل اس بیت آف لطفاً اونو پرش کن فیل اس بیت آف میا گت اس گود دنک اوند دیا میا گت اس گود دنک اوند دیا عبارت میا گتس گوت به معنی حال من خوبه یا من خوبم وقتی کسی از ما حالمون رو میپرسه ما در جواب اون باید از این عبارت استفاده کنیم میا گتس گوت. حال من خوبه یا من خوبم و در ادامه اگه بخوایم حال اون رو بپرسیم باید بگیم اون دیا اون دیا پس کاربرد این جمله برای احوال پرسی کردنه کلمه دانکه همونطور که میدونید به معنی ممنونه اوند به معنی و و دیا حالت داتیو دوم شخص مفرده که اینجا به معنی و تو چطوری میده میا گت اس گود دانکه اوند دیا حال من خوبه ممنون تو چطوری میا گت اس گود دانکه اون دیا Folgen زی میا، Folgen Sie mir. فعل فولگن به معنی از کسی پیروی کردن یا کسی رو دنبال کردن یا به دنبال کسی رفتنه این فعل در حالت پرتریتوم به فکت و در حالت پارتیتیپ به هت یا ایست گفولکت تبدیل میشه. حالا چرا فعل کمکی این فعل در حالت پارتیتیپ هم به حالت هابن و هم به حالت زاین به خاطر اینکه این فعل بسته به اون نوع جمله و اون نوع معنی که در داخل متن میده میتونه هم حالت زاین و هم حالت هابن بگیره یعنی میشه هم از فعل کمکی زاین و هم از فعل کمکی هابن برای فعل فولگن در حالت پارتیسیپ توای استفاده کرد کلمه زی از اونجایی که حرف ابتدای این کلمه حرف بزرگه یعنی زی محترمانه است به معنی شما و کلمه میا حالت داتی و اول شخص مفرده به معنی مرا فولگن زی میا دنبالم بیایید فولگن زی میا ماینت وگن ماینت وگن این کلمه به معنی به خاطر من یا محض خاطر منه اما کاربرد این کلمه کجاست مثلا ما وقتی بخوایم بگیم به خاطر من نیاز نیست خودتو توی زحمت بندازی میتونیم از این عبارت در زبان آلمانی استفاده کنیم ماینت وگن به خاطر من محض خاطر من ماینت وگن فیا واس فیا واس کلمه فیوه به معنی برای و کلمه واس به معنی چی میده؟ فیوه واس برای چی؟ فیوه واس فرگیس اس فرگیس اس فعل فرگیس از فعل فرگسن میاد فعل فرگسن به معنی فراموش کردنه این فعل وقتی در حالت امری قرار بگیره به فرگیس که توی همین جمله هم اومده تبدیل میشه بعد نیست بدونید این فعل در حالت پرتریتوم به فرگاس و در حالت پارتسیپسیپوای به حد فرگاسن تبدیل میشه کلمه اس به اون چیزی که ما باید فراموش کنیم برمیگرده فرگیس اس فراموشش کن فرگیس اس